مژه‌های بلند و چشمای قلمبه، دهنی که مرتب می جنبه، نگاه عجیبش به آدم. خانم جان شما میشه رو همین شطور؟ این از همه آرامتره. نامش کهرباست، تنها سرمایه زندگی من. بلند که میخواست بشه یک دو سه چهار پنج شش تا حالت مختلف داشت. اول که نزدیک از اون گردنش گفتم خب بلند شدن سخته. از این طرف اون طرف هم مرتب میشیدم آقا چهارشنبه اینا چی کار کنیم؟ آقا چهارشنبه اونا چی کار کنیم؟ بازه فهمیدم بیچاره اسمش چهارشنبه است. خانم جان نفس راه که بیفتن آسوده میشی. خیلی دلم یه چیز پنج میزد، خوشحال بودم که دارم فرار میکنم. فقط میخواستم برسم یه جای غیر از اونجا، اونجا که روز به روز روح و جسمم خورده میشه. بلا تو مردم شده خیابونا پشت پشتا گروه های سیاسی عجله برتر گرفتن قدرت، اختلاف عقیده ها، کشت و کشتار، کشت و کشتار. مایکل جکسون داد زد خانم، ترانه خانم، این فیلم های راست راستی میمونه با دام دام دارارارام دارارارام لورانس عربستان. نه بابا، صحرای کربلا و عاشورا. حالا وقتی از گرما توپ باد باد کرده ترکی تحلیل میشه سکه. من خودم چهار روز تو زایگاه تو شهر یه شرکت خارجی کار کردم زکی. رب و رب تو بیاره جلی ششار سوزولت رو میدارم و برولون های جور و واجور کارمون سر برگردون. خانم جان آسایش داری؟ آره ترسیدم بگی اگه نمیخواد پیادشو برگرد. روی شطور اول لای پاهم زخم شد، فکر کردم این بار چه بلای سر پسرهای بیچاره میاد. حرکت های اینطوری و اونطوری حالا هر کدوم تبدیل شدن به یک ضربه استخونات میخواد بشکنه. آقا چهارشنبه خیلی دیگه راه مونده ها؟ یک ساعت دیگه میرسیم یه جا برای استراحت. سایه خورشید چطوری بگم؟ این مثل که چسبیده به صورته. یه هفته سنگ رو افتادیم فکر کنم هممون بیهوش شدیم. وای پنج تا کله تو اینقدر جا. از سوزش پشت لبا پشت لبان و صورت هم از خواب پریدم. دستام تابت زده، تابت صورتم عرق از بخونی میچه که تابتها رو میسوزونه. ما عقب میزنم با دیگم عرق سرد. چه احساس عجیبی دارم، نمیدونم چه حسی باعث شد قبل از اینکه دو مرتبه سوار شطورا بشیم دوربینم رو دادم یکی از پسرها که چند تا عکس بگیریم، عکس یادگاری با ناجی عزیزم کهر با کلیک کلیک کلیک
پس شدت گرما فقط 3 تا از 4 تا فیل سالم در من. دوتاش مربوط به شب قبل از حرکتم از تهران بود. کنار آتیش هیزم نشسته بودیم. بچه ها برای سفرم حال حافظ گرفتن. ای دوست، دست حافظ تعویض چشم زخم است. یارب ببینم آن را در گردنت حمایل. چه قوت قلبی به هم داد. لیلی، تنها لیلی بود که گریه میکرد. نمیخواست من اشکاشو ببینم. گریه کرد تمام شب. یه قسمت از کبیر رو که مثلا خط مرزی بود باید شب رفت به خاطر وضع امنیتی. قرار بود 1 ساعت روی شطور باشه. سر برگردوندم و برای آخرین بار نگاهی به کوههای وطنم کردم زیر نور مهتاب. نزدیک 2 ساعت شده بود که نمیشد طاقت آورد. صدای التماس پسرها رو میشنوم، حتی صدای گریه. خانم، ترارا خانم، تو رو خدا شما بهش بگو شاید به حرف شما گوش کنه. آقا چهارشنبه بکنه تا اقلا 5 دقیقه میگردم. نمیشه ببند آقا، نمیشه خانم جان. گشتی های موتوری فوری به رکبار میبندن. شد 2 ساعت و نیم، 2 ساعت و 40، 3 ساعت دیگه نمیشه تا آمد آقا. خدایا یا مقدسات عالم، یا ایتا مسیح، یا موسا، یا فاطمه زهرا، یا ابا موسی. خدایا 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 رو برم و زبرم. مادرها میره تو حلقه، حالت تعب و دای پاهم خیس و چسبنده، خونابه سخونام خوش شده، تا بدم ترکیده. لیلی اگه تو الان اینجا بودی درست حالتم مثل لیلی شده بود. اون روز که آوردنش خونه، اون روز که داشتم روی زخمش پمال میمالیدم جای شلاقا رو، یه محلشون جلوی همسایه ها پیش روی مردم 80 ضربه شلاق. سر 35 بیهوش شده، دهنش بوی مشروب میداده. لیلی جون قربونت برم، خب میگفتی نخوردن. طبق قانون اسلام اگه منکر میشدی نمیتونستن بزنن. نتونسته بود دروغ بگی. پشتش پله پله شده بود، زخم و دهن با کرده بودن، هر دو گریه میکردی، اشکام بیخ روی زخم و نالش بلند شد. نتونستم طاقت بیارم، رفتم تو دستشویی، انقدر گریه کردم که فرداش گلوم برم میکرد. فهمیده بود که لیلی قبلا بالریان بوده، حکم کرده 2 برابر.
عجب. پس شما رسمن رقاص بودی؟ بله. تالار رودکی هم بهت حقوق میداده؟ رقاصه ای که نجاست هم خورده. 80 ضربه شلاق در ملأ عام.